فکر کردن به بیمعنایی زندگی یا این سوال که واسه چی زندگی میکنیم جا و مکان خاصی نداره ممکنه بعد از بیدار شدن از خواب سراغمون بیاد یا بعد از یه روز سخت کاری یا در حین انجام دادن یه کار تکراری بیهوده یا ممکنه مثل جانین این سوال وقتی برامون پیش بیاد که داریم با اتوبوسی که اکثر مسافراش عرب هستن از وسط بیابونهای الجزایر رد میشیم داستان هرز زن یا زن زناکار اینجوری شروع میشه که جانین همراه با شوهرش مارسل که تاجر پارچه است از الجزیره را افتادن تا به شهرها و بادیه های جنوبی الجزایر برن تا مارسل بتونه به کسب و کارهای محلی پارچه بفروشه. اتفاقاتی که تو این سفر میفته و نحوه رابطه مارسل با جانین موضوع این داستانه. جانین 25 سال پیش از ترس تنها موندن تو سنین میانسالی و پیری با مارسل ازدواج کرده. مارسل تو دانشگاه حقوق میخونده و جانین هم تو دانشگاه نفر اول ژیمناستیک بوده. مارسل به جانین اون چیزی رو میداده که خیلی دوست داشت یعنی بهش حس مورد پسند بودن میداد. جانین شجاعت و حالت سرخوردگی مارسل رو وقتی مردم یا روزگار برخلاف میلش عمل میکردن دوست داشت. همین ها و ترس از تنهایی باعث شده بود پیشنهاد ازدواج مارسل را قبول کنه. مارسل درس و دانشگاه را رها کرد تا به کسب و کار خانوادگیش یعنی همون تجارت پارچه بچسبه. مارسل به جانین قول امنیت میداد یعنی میگفت تو بعد از من تأمینی و خیال جانین را از آینده آسوده میکرد. تا قبل جنگ جهانی دوم اوضاعشون خوب بود. مارسل درآمد خوبی داشت و میتونه زندگی قشنگی برای جانین بسازه. اما در همون سالهای جوانی هم مارسل خیلی اهل سفر و عشق و حال نبود. بچه هم در کار نبود و جانین بعضی وقتا فکر میکرد که زندگی که همش پول نیست. نیازهای دیگه ای هم هست که به اندازه پول مهمه. اما جانین خودش رو راضی میکرد که دست کم از لحاظ مالی اوضاعشون خوبه و تأمین خواهند بود. اما بعد از جنگ اوضاع خراب شده بود تجارت پارچه دیگه اون رونق سابق رو نداشت و تنها مزیت زندگی زناشوی جانین یعنی امنیت مالی هم از بین رفته بود مارسل فکر میکرد اگه بتونه پارچه رو مستقیما به مصرف کننده یا تاجرهای خورده پا برسونه میتونه دوباره کسب و کارش رو رونق ببخشه واسه همین همراهی این سفر شده بود و از جانین خواسته بود همراهیش کنه ژانین نمیخواست به این سفر بیاد چرا که هم از لحاظ جسمی حال خوشی نداشت و هم برقراری ارتباط با مردم براش سخت بود چون علا رقم سالها زندگی بین عرب ها نه اون و نه مارسل عربی نمیدونستن جانین تو این سفر دوچار قلیان های احساسی میشه به زندگیش فکر میکنه به رابطهش با شوهرش و این سوال که واسه چی زندگی میکنه سراغش میاد دوست داره زندگی متفاوتی داشته باشه رها باشه و لذت رو تجربه کنه این کلیت داستان هرززن زن یا زن زناکار اولین داستان از مجموع داستان تبعید و سلطنت نوشته آلبر کامو داستان زنی ورزشگاه رو احتمالا خوشه کرد که هنوز به قول خودش برای مردها جذابیت داره اما با مردی ازدواج کرده بود که نیازهای اصلیش رو برآورده نمیکرد و همه فکر و ذکر شوهرش شده بود کار و پول زن چیزی برای به دست آوردن در این زندگی نداشت در واقع هر روز که میگذشت چیزی را از دست میداد سلامتیش جوانیش و حتی رفاهی که شوهرش قولش رو داده بود در واقع جانین زنی بود که نه زندگی داشت و نه آزادی و تنها دلخوشیش این بود که تنها نیست و مردش بهش نیاز داره جانین برای زندگی کردن دلیل میخواست و اون دلیل چیزی نبود جز نیاز شوهرش به اون. اگه همین یک دلیل هم نبود این دو خیلی سال پیش بعد از هم جدا میشدن. اما همه داستان این نیست. وقتی کامو این مجموعه رو مینوشت دقدقه الجزایر داشت و این دقدقه در جای جای مجموعه مشهوده. هم در لایه های آشکار داستان مثل فضای داستان که در الجزایر میگذشت و هم در لایه های پنهان داستان که جلوتر بهش میرسیم ما در این داستان دو شخصیت اصلی داریم که همین زوج فرانسوی هستند بقیه شخصیت ها نقش چندانی در پیش برده داستان ندارند یا صرفا گرند یا لبخند میزنند یا نهایتا چند جمله کوتاه هم بگن کامو به عمد عرب های بادی نشین رو مقرور و با عزت نفس توصیف کرده که با عرب که جانین و مارسل تو شهر دیده بودن فرق داشتن. به نظرم برای رفتن به لایه های پنهان داستان باید بریم سراغ عنوان داستان و از خودمون بپرسیم چرا باید کامو اسم این داستان رو بگذاره زن زناکار چرا که ما در داستان عملا با زنی زناکار طرف نیستیم ما یه همچین عنوان رو در انجیل هم داریم یعنی داستانی داریم که به داستان زن زناکار معروفه تو اون داستان یه روز وقتی مسیح داشته به شاگیراش درس میداده میبینه یه عده زنی رو گرفتن و دارن میان پیشش این عده ادعا میکردند که این زن رو هنگام ارتکاب زنا گرفتن و حکم این کار در شرع یهود سنگساره مسیح میگه قبول اما برای سنگسار اولین سنگ رو باید کسی پرت کنه که تا حالا تو زندگیش هیچ گناهی نکرده باشه هیچکس جلو نمیاد چون همه در درون خودشون میدونن که گناه کنن و پراکنده میشن رو زن رو رها میکنن مسیح هم زن رو با این اندرس که برو و دیگه گناه نکن رها میکنه معنای زمینه این داستان اینه که همه ما کم و زیاد گناه کنیم و ما حق نداریم جان کسی رو بگیریم با دونستن این داستان سعی کردم داستان کامو رو تفسیر کنم اما هر بار به در بسته میخوردم گفتم شاید کامو داره با اشاره به روابط سرد این زن و شوهر عذاب وجدان خودش از خیانت به همسرش رو مطرح میکنه اما طرف زناکار خودش بوده نه زنش بعد فکر کردم شاید منظور کامو این بوده که فکر زنا مساوی با خود زنا اما این با شخصیت کامو و آثارش جور در نمی تا اینکه دوباره برگشتم به ایده الجزایر اول بریم سراغ مارسل بیایم چیزایی که ازش میدونیم رو لیست کنیم اون یه مرد اسمش مارسله تحصیل در حقوق رو رها کرده کارش تجارت پارچه است این کسب و کار بهش ارث رسیده نسبت به عرب ها بدبینه و اونا رو تحقیر میکنه از ترس تنها بودن ازدواج کرده زنش رو دوست نداره شجاعه به جانین حس مورد پسند بودن میده سعی میکنه برای جانین امنیت فراهم کنه همه فکر و ذکرش پوله و به جانین نیاز داره حالا تک تک اینا رو باید بررسی کنیم وقتی کلمه مرد رو میشنویم چندتا تا مفهوم به ذهنمون میرسه اول نقش سرپرستی یا رئیس بودنه. دوم قدرت یا قوی بودن و سوم نقش محافظتی یا حمایتگری هر سه این نقش ها رو دولت های مدرن به عهده گرفتن یعنی به نظر من مارسل نمادی از دولت مدرن در معنای عام و در معنای خاص دولت فرانسه ما بقیه چیزایی که از مارسل میدونیم هم با این برداشت میخونه مثلا اسم مارسل از خدای مارس میاد که خدای جنگه این اسم در خودش هم معنای حمایتگری داره هم محافظت و هم جنگ یا در مورد رها کردن رشته حقوق حقوق که با قانون در ارتباطه از مختصات حکومت یا دولت های امروزیه و رها کردن حقوق یا قانون یعنی دولت یا مارسل داره حقوق کسانی که بر اونها حکومت میکنه رو زیر پا میگذاره تا بتونه از تجارتی که بهش ارث رسیده پول در بیاره حالا چرا کاما از بین این همه شوق دست گذاشته روی تجارت پارچه اینجا باز پارچه نماده پارچه هم برای زیبایی استفاده میشه هم حفاظت به نظر من کامو پارچه رو مساوی با سه شعار اصلی جمهوری فرانسه گرفته یعنی برابری برادری و آزادی که از گذشتگان به دولت فعلی ارث رسیده این شعارها هم زیبان و هم نقش حمایتگری و محافظت دارند کامو میگه تا قبل از جنگ این تجارت خوب بود یعنی صادر کردن این شعارها هنوز خواهان داشت و برای فرانسه درآمد اما در حین جنگ و بعد از اون این تجارت از رونق افتاد مشخصه که چرا در حین جنگ این اتفاق افتاد اما بعد از جنگ چرا چون عرب ها و بربرهای الجزایری دیدن که این شعارها شعارهای تو و وقتی نوبت به خودشون رسید که برابری و برادری و آزادی میخواستن جواب دولت فرانسه سرکوب شدید بود و همین خاطر هم است که وقتی مارسل برای فروش پارچه به اولین مغازه وارد شد عرب اولی پارچه ها رو نخواست. کامو می نویسه مارسل با دست پاچگی و با صدای آرام گفت که قصد دارد در مورد فروش صحبت کند. چمدان را باز کرد و پارچه ها و روسری ها را رو بیرون آورد. ترازو و متر را کناری کشید تا جایی برای پهن کردن کالاها جلوی خریدار پیر دست و پا کند. عصبانی میشد صدایش را بالا و پای می آورد و با حالتی ناخوشایند می خندید. حالت زنی را پیدا کرده بود که میخواهد نظر کسی را به خود جلب کند ولی از موفقیت در این کار مطمئن نیست دستانش را از هم باز کرد تا به خریدار مفهوم خرید فروش را القا کند پیرمرد سرش را تکان داد سینه چای را به مرد عربی که پشت سرش نشسته بود داد و چند کلمه حرف زد که به نظر می رسید بد جوری مارسل را کرد او هم دوباره پارچه ها را جمع جور کرد و در چمدان قرار داد سپس قطر عرقی را که بعید بود روی پیشانیاش نشسته باشد خوش کرد از این تکه که خونده شد چند تا چیز دستگیر اون میشه. اول اینکه مرد عرب دست دولت فرانسه رو خونده و دیگه با این چیزا گول نمیخوره. دومی که اینا حرف همدیگر رو نمیفهمن یعنی دولت فرانسه نخواسته که زبان و فرهنگ کسانی که برشون حکومت میکنه رو یاد بگیره. سومی که وقتی مارسل متاعش رو عرضه میکنه ترازو و متر رو کنار میگذاره یعنی وقتی این متا همون شعارهای فریبنده جمهوری فرانسه است عرضه میشه نه متری باقی میمونه نه میزان و تعادلی یعنی با عرضه کردن این شعارها همه چیز باید اون چیزی باشه که استعمارگر میخواد و هیچ حد و مرزی برای خودش قائل نیست اما حالا وقتشی که برسیم به رابطه مارسل با جانین همونطور که باید حد زده باشین جانین نمادی از ملت فرانسه اسم جانین از جان میاد به معنای مهربانی و شفقت دولت بدون ملت عملا وجود خارجی نداره و طبیعیه که به ملت نیاز داشته باشه. این دلیل نیاز مارسل به جانین. دولت وقتی مستصل میشه به ملت پناه میاره. به قول راوی چون تفلی ضعیف و نفس و بی اراده بود که همیشه از درد میترسید و درست مثل کودک هر وقت به جانین نیاز داشت صدای نالمانند از خود خارج میکرد تا ژانین به سراغش بیاید. دولت ها وقتی به ملتشون نیاز دارن به ملت باج میدن یا همون حس مورد پسند بودن که جانین خیلی دوست داشت و اینکه دولت ها همیشه وعده امنیت میدن و جوری رفتار میکنن که اگه نباشن همه چیز به هم میریزه و قتل و جنایت و دزدی همه جا رو فرا میگیره مارسل هم وعده امنیت به جانین میده و جانین در برهه خاص از زندگیش تصمیم میگیره استقلال و آزادیش رو قربانی امنیت کنه کاری که اکثر ملت ها و آدم ها می کنن. اما گذر از بیابون های الجزایر که باز هم اشاره ایه به درگیر شدن دولت و ملت فرانسه در الجزایر باز شده که جانین به نوع دیگه ای از زندگی فکر کنه دوست داشته باشه آزاد باشه و حتی حسرت زندگی کلی های الجزایر رو بخوره یعنی جانین با اینکه در تحقیر ملت الجزایر با دولت هم داستانه اما احساس همدلی هم داره مارسلو و جنین هر دو میدونن که بدون هم نمیتونن زندگی کنن نه ملت بدون دولت وجود داره و نه دولت بدون ملت از سر اجبار کنار همن همدیگر رو دوست ندارن اما ملت این همه آتش برای پول رو نمیفهمه پول خوبه اما چیزای دیگه هم مهمه مثل حس مسلط بودن بر سرنوشت خیش مثل آزاد بودن مثل زندگی و دولت اینها رو به ملت نمیده و ملت دچار بیمعنایی میشه و هدفش رو گم میکنه من ابتدا فکر میکردم عنوان این داستان به عمل زن رب داره اما در واقع اینطور نیست عنوان این داستان خطابه ی علیه دولت دولتی که حد و مرزها رو رد کرده و به خودش حق جنایت و آدم کشی داده اتباع الجزایریش رو تحقیل میکنه و سعی میکنه تا جای ممکن بدوشدشون و سر ملت فرانسه با وعده پوشالی امنیت کلاه میگذاره قطعا میشه این داستان رو از زاویه های دیگه ای هم دید. داستان زن زناکار کامو داستانی ساده نیست و امیدوارم شما هم مثل من از کلنجار رفتن با این داستان لذت ببرید. کامو بیشتر به رومان ها شناخته شده است. بیگانه، تاون و سقوط. اما احتمالا کمتر کسی میدونه که کامو یه مجموعه داستان هم داشت. مجموع داستانی که تو اوج پختگیش نوشته یعنی سال 1957 همون سالی که نوبل ادبیات رو هم برد داستان هر زن یا زن زناکار اولین داستان از شش داستان مجموعه تبعید و سلطنته من سعی میکنم در ویدیوهای بعدی درباره بقیه داستانهای این مجموعه هم صحبت کنم شما شما هم حتما به من بگید که درباره این داستان چی فکر میکنید مثل همیشه ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و ممنونم که با لایک و کامنت از کانال حمایت میکنید اگه فکر میکنید این ویدیوها ممکنه برای دوستان و اطرافیانتون جالب باشن حتما براشون بفرستین تا همدیگر رو پیدا کنیم و لطفا برای اطلاع از انتشار ویدیوها حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا یوتیوب به محض انتشار ویدیو جدید بهتون اطلاع بده